بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لوری الفرج و العافیت و النصر حضرت رقیه سلام الله علیه نام پدر بزرگوارشون سید الشهدا، امام سوم شیعیان حسین ابن علی علیکم و السلام و مادرشون بر اساس برخی از نقلهای تاریخی ام اسحاق حوه بوده اما برخی دیگه معتقدن که حضرت رقیه خواهر تنی حضرت زین العابدین سلام الله علیه بوده که مادرش جناب شهر بانو میشه اسم رقیه در بین اهل بیت خیلی مورد علاقه بوده و بسیاری از دختران حضرات ائمه علیهم صلوات الله نامشون رقیه بوده مثلا جد سوم پیغمبر خدا جناب هاشم دختری داشتن به نام رقیه یعنی امه پدری پیغمبر خدا نامشون رقیه بوده خواهر خدیجه کبرا دختری به نام رقیه داشتن المؤمنین سلام الله علیه دو دختر به نام رقیه که برخی نوشتند یکی از دخترها از دختران حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده که در زمان حیات خود صدیقه کبرا از دنیا رفته دیگری صحبای مغربیه دختری داشته از زنان امیر المؤمنین. دختری داشته به نام رقیه که همسر جناب مسلم ابن عقیل علیه مسلات و سلام می شده حضرت موسی ابن جعفر دو دختر به نام رقیه براشون ثبت و ضبط شده خیلی از معجزات حضرت رقیه شنیدید یکی از علماء سابق مرام سید ابراهیم دمشقی که از فرزندان و از نسل جناب سید مرتزا رضوان الله علیه ما بوده صاحب سه دختر یکی از دختران ایشون شب اول خواب میبینه دختر کوچکتر که حضرت رقیه علیه السلام به خوابش میان به پدر سید ابراهیم بگو که در قبر من آب افتاده بدن من در عذیته حوالی دمشق رو خبردار کنه تا قبر من رو تعمیر کنه صبح فردا دختر کوچک به جناب سید ابراهیم عرض میکنه پدر جان همچین خوابی دیدم اما جناب سید ابراهیم به خاطر تقیه و ترس از علما اهل تسنن حرفی نمیزنه شب دوم دختر دوم جناب سید ابراهیم خواب میبینه مثل خواب دختر کوچکتر شب سوم دختر بزرگتر سید ابراهیم خواب میبینه بازم جناب سید ابراهیم کاری انجام نمیده و اطلاعی به والی دمشق نمیده شب چهارم خودش به خواب میره در اسناع خواب خواب میبینه دختری کوچک به نام رقیه سلام الله علیها با اطاب بهش میگه سید ابراهیم مگه بهت نگفتیم که در قبر ما آب افتاده به والی دمشق خبر بده از خواب بیدار میشه به پیش والی میره خبر خواب چهار شبه خودش و دخترانشو اعلام میکنه والی دمشق دستور میده تمام علما و صلحای شیعه و سنی همه جمع بشن قسل کنن تمیزترین لباسها و نظیفترین لباسهاشون رو به تن کنن کنار قبر متحره حضرت رقیه سلام الله علیها ها برن قفل در حرم به دست هر کسی که باز شد او باید داخل حرم بشه تمام علما و صلحا و بزرگان شیعه و سنی کلید به دست گرفتن اما قفل به روی هیچ کدوم اونها باز نشد تنها به دست سید ابراهیم باز شد کلنگ به دست گرفت هر کدومشون که کلنگ رو به زمین زدن هیچ اثری بر روی زمین پیدا نشد مگر به دست سید ابراهیم قبر رو شکافت یک پیکر کوچک سالم درون قبر دید حضرت رقیه سلام الله علیه ها رو در آغوش کشید به گوشه نشست با احترام رو به قبله به حالت دوزانو سه روز کار سید ابراهیم گریه کردن بر مسائب این دختر کوچکه از معجزات رقیه خاتون سلام الله علیها نوشتن در طی این سه سید ابراهیم نه احتیاج به تجدید وضوع پیدا کرد نه غذایی و نه آبی برای تناول درخواست کرد فقط در زمان نماز پیکر مقدسه این دختر سه ساله رو به روی جای نظیف و تمیزی میذاره بعد از نماز دوباره دختر رو در آغوش میکشه وقتی که اراده کرد دختر سید الشهدا حضرت رقیه سلام الله علیها رو درون قبر بذاره دعا کرد خدایا به من سید ابراهیم به حق این دختر بزرگوار پسری عنایت کن دختر دفن شد بعدها پسری به جناب سید ابراهیم عنایت شد به نام سید مصطفی می نویسد یکی از علما که کتابی داره به اسم معجزات که شبی یکی از اقوامش در پشت بام خواب بوده ماری دست این شخص رو میگزه هر جا میره هر پیش هر دکتری میشه هر طبیبی هیچ افاقه نمیکنه. تا یه روز یه آقایی وارد در خانه شون میشه به اسم سید عبدالامیر دست میکشه به جای زخم این مار در جا دستش التیام پیدا میکنه سوال میپرسه از این فرد که سید, عبدال... سید عبدالعمیر چه اتفاقی افتاده چه شده که تو دست صاحب کرامت و صاحب معجزه شده میگه جدی داشتن به اسم سید ابراهیم سه شبان روز دختر سید و حضرت رقیه سلام الله علیه ها رو به روی دست گرفت خدای متعال این اثر رو در دست او و در دست نسل های بعد از او قرار داد خدا را قسم بدیم به حق حضرت رقیه سلام الله علیه که با دست پرکفایت حضرت رقیه تمام بیماران ما رو شفا عنایت بفرماید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته